سرخط خبرها لندن به دنبال تصمیم خطرناک هستهای علیه تهران فوت هفتاد بیمار دیالیزی در ایران به دلیل آلودگی سرم پرواز هشدارآمیز بمبافکن دوربرد آمریکا و سرکرده گروهک تروریستی حادثه تفتان به حرکت رسید به نام خداوند بخشنده مهربان ساندی تلگراف ادعا کرده که بریتانیا آماده است تا بند اسنبک قطنامه سازمان ملل علیه ایران را به بهانه نقض توافق هسته‌ای اعمال کند بر اساس این گزارش دیوید لامی وزیر امور خارجه آماده است تا دور جدیدی از تحریمها را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز کند بریتانیا همچنان یکی از اعضای برجام در سال 2015 است که به توافق هسته ایران معروف می باشد و بنابراین می تواند به طور یک جانبه تحریم ها را در صورتی که ایران مفاد توافق را نقض کرده باشد اعمال کند. توافق هسته با خروج ایالات متحده در سال 2018 تحت دولت ترامپ به طور قابل توجهی تضعیف شد. اگرچه امضا کنندگان اصلی از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنان در تئوری متعهد هستند روز جمعه یکی از مقامات بلندپایه ایرانی مدعی شد که این کشور توانایی ساخت سلاح هسته ای را دارد و در صورت مواجهه با تهدید وجودی دکترین خود را تغییر خواهد داد تا اجازه تولید آنها را بدهد کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در بهبوهه گمان زنی ها برای حمله جدید به اسرائیل گفت این کشور آماده جنگ است او به المیادین شبکه تلویزیونی حامی جمهوری اسلامی ایران مستقر در لبنان گفت ما آماده جنگ هستیم اما نمیخواهیم تشدید تنش کنیم در حالی که در حال حاضر توانایی خود را برای جلوگیری از انجام آن ثابت هم کرده ایم این موضوع به اسرائیلی ها بستگی دارد اگر آنها واقعا بخواهند ادامه دهند ما به آنها پاسخ خواهیم داد توانایی های مشکی ما برای همه روشن است و ما این را در طول عملیات خود ثابت کرده ایم اکسیوس به نقل از مقامات اطلاعاتی مدعی شده که ایران میتواند ظرف چند روز احتمالاً از طریق حمله پهپادی که توسط یکی از گروه های مورد حمله اش در عراق انجام می شود به اسرائیل حمله کند. مشخص نیست که آیا این حمله قبل از انتخابات آمریکا انجام می شود یا بعد از آن. اما آقای خرازی مدعی شد اسرائیل در افزایش بی در منطقه مقصر است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر بر حق خود برای لغو بخشهایی از توافق هسته از زمان خروج آمریکا تاکید کرده است بر اساس این پیمان ایران با محدودیت های شدید موافقت کرد که تضمین می کرد نمی تواند اورانیوم غنی شده کافی برای تولید یک بمب را ذخیره کند بازرسان سازمان ملل از فوریه 2021 قادر به دسترسی به برخی از تأسیسات حیاتی در برنامه هسته‌ای از جمله کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ نبودند. همزمان ایران تولید اورانیوم بسیار غنی شده خود را در کارخانه زیرزمینی غنیسازی سوخت فوردو افزایش داده است. از سال 2019 ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از 997 کیلوگرم به 5525 کیلوگرم افزایش داده که در ماه فوریه ثبت شده. این شامل افزایش اورانیوم غنی شده تا 60 درصد یا نزدیک به میزان کافی برای سلاح از 88 کیلوگرم به 123 کیلوگرم در سال گذشته است که افزایش 38 درصدی را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته برنامه هسته‌ای ایران هرگز به اندازه امروز پیشرفته نبوده. ما متعهد به جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای ایران با استفاده از هر ابزار دیپلماتیک موجود از جمله مکانیزم اسنپ‌بک در صورت لزوم هستیم. فوت هفتاد بیمار دیالیزی در ایران به دلیل آلودگی سرم سلمان اسحاقی نماینده مجلس ایران و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان از فوت هفتاد بیمار دیالیزی به دلیل محلول آلوده به آلومینیوم خبر داده سفاق اشایی است که جدار داخلی حفره شکم را می پوشاند و در روش دیالیز سفاقی از این پوشش برای پاک کردن مواد زائد از خون استفاده می شود. آقای اسحاقی همچنین میگوید در ایران 800 هزار بیمار کلیوی دیالیزه سفاقی می شوند. به گزارش خبرگزاری ایران او گفت در وحله اول 10 تا 12 بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اسفهان به دلیل استفاده از محلول و با علائم مغزی، عفونتی تشنجی و کما جان خود را از دست دادند و پس از مدتی آمار فوتی ها به پنجاه نفر رسید و تا کنون هفتاد نفر جان خود را از دست دادند. این نماینده مجلس ادامه داد با برگزاری نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع بررسی و مشخص شد یکی از شرکت ها در این رابطه قصور داشته و رئیس شرکت مذکور اعلام کرد بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشتیم و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است. او میگوید هرچند از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه میگذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می کرد اما متاسفانه بر اساس شنیده ها با خبر شدیم مجددا از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد. پرواز هشدارآمیز بمبافکن دوربرد آمریکا ارتش کره جنوبی امروز اعلام کرد آمریکا یک فروند بمبافکن دوربرد را در رزمایش سگانه خود با کره جنوبی و ژاپن و در واکنش به آزمایش اخیر موشک بالستیک قاره پیمای جدید کره شمالی به پرواز درآورد. آزمایش موشک بالستیک جدید قاره پیمای کره شمالی برای هدف قرار دادن سرزمین اصلی آمریکا طراحی شده که اخیرا توسط پیونگیانگ پرتاب شد و انتقادات جدی به همراه داشت. به نقل از شبکه خبری ABC، کره شمالی این موشک بالستیک را که به هواسونگ 19 معروف است، روز پنج شنبه پرتاب کرد و کیم جونگ اون رهبر این کشور هم آن را اقدام نظامی متناسب در مواجهه با تهدیدهای امنیتی خارجی از سوی دشمنان پیونگی آنگ دانست. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد امروز آمریکا یک فروند بمبافکن دوربرد را برای همراهی با جنگنده های کره جنوبی و ژاپن در نزدیکی شبه جزیره کره اعزام کرد که نشان دهنده آمادگی قاطع است کشور برای واکنش به برنامه های در حال پیشرفت اتمی و موشکی کره شمالی است. این رزمایش هوایی سهجانبه برای بار دوم دو است که در سال جاری میلادی برگزار می شود. آمریکا اغلب در واکنش به آزمایشات موشکی کره شمالی برخی از تجهیزات قدرتمند نظامی خود مانند بمبافکن‌های دوربرد، ناوهای هواپیمابر و زیر دریایی های هسته ای را در نزدیکی شبه جزیره کره مستقر می کند. به گفته ی ارتش کره جنوبی، بمب افکن دوربرد آمریکا در سال جاری میلادی چهار بار بر فراز یا نزدیکی شبه جزیره کره پرواز داشته. این بمب قادر است تسلیحات متعارف را حمل کند و سرکرده ی گروهک تروریستی حادثه ی تفتان به هلاکت رسید. سردار منتظر المهدی روز یک شنبه در سفر به سیستان و بلوچستان گفت به وعده ای که برای انتقام خون پاک شهدای پلیس داده بودیم عمل کردیم سردار رادان قسم یاد کرد که از خون شهدای ما نخواهیم گذشت به افزود اعضای اصلی تیم ترور در کمتر از یک هفته حذف یا دستگیر شدند سپاسگزار از توجهتان خدا نگهدار